الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعن و دائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. سلام علیکم. بحث در باب طبقات انبیا بود که گذشت، انبیا و رسول بود که گذشت، وارد بحث فرق بین رسول و سلام علیکم و نبی و محدث شدیم. فرق بین رسول و نبی و محدث رو روایت اول رو ظاهرا خوندیم. بله؟ روایت اول خوندیم. اساس مسئله همون جوری که قبلا هم عرض شد این است که اساس مسئله بر نظام علمه و این رو باید دائم تو مراتب بحث لحاظ بکنیم که تفاوت کمالاتی که محقق می شود و حتی دقت بکنید تفاوت کمالاتی که محقق می شود و حتی تفاوت مأموریت هایی که واگذار می شود بر اساس نظام علم است. گاهی تفاوت به مراتب علم، گاهی تفاوت مأموریت ها به لحاظ اون مأموریتی که دارن علم خاصی رو میطلبد، لذا نوع معرفتی که پیدا میکند خاص میشود. مثال بزنم خدمتتون، مثل این که ممکن است نبی از انبیا با رسولی از رسول از جهت کمالی برابر باشند یا حتی نبی افضل باشد، اما اون رسول به لحاظ مأموریتی که دارد این است که باید قوانین دین رو بیان بکند، باید دستورات شریعت رو در حقیقت برای مردم بیاورد یا کتابی در حقیقت برای مردم داشته باشد، داشتن کتاب یا آوردن این دستورات لازمش این است که با ملک موحی وحی ارتباطی داشته باشد که حالا یا به سمع است یا به رؤیت و معاینه است. لذا معاینه داشتن دلیل بر قوت مرتبه علمی فقط نیست، بلکه به لحاظ مأموریت ویژه است. همون جوری که انسان تو مرتبه عقل و مرتبه نفس و مرتبه حس ادراکات مختلفی دارد، انسانی که در مرتبه عقل، مرتبه عقلیش قوی است و ادراکاتش کامل است، او ممکن است در مرتبه حس و خیال در حقیقت چی باشد؟ مرتبه حسی کاملی نداشته باشه، نه ضعف داشته باشه، اما مرتبه حسی لازم کارش نباشد برای معرفت، مرتبه خیالی لازم کارش برای معرفت نباشد، لذا ممکن توجه هم بهش نداشته باشد. اما کسی که برای مردم میخواد مراتب علمی رو بازگو کند، حتما باید قوت خیالی و قوت حسی داشته باشد تا ارتباط گیری امکان پذیر باشد، تا القای صورت ها امکان پذیر باشد. لذا ممکن است دو عالم یکی افضل از دیگری هم باشد از جهت علمی، همین علم اصولی، اما دیگری مدرس است، معلم است، یعنی قدرت صورتگری و بیان مطالب را دارد، او ندارد این قدرت را، اینجا ضعف البته، ولی در نظام معرفت انبیا و رسول خدای تعالی به لحاظ مأموریتی که واگذار می‌کند از او چیزی را می‌خواهد که از دیگری چیز دیگر را می‌خواهد. لذا یکی میشه نبی، یکی میشه رسول. با این نگاه امام هم همین گونه است. اگر کسی عنوان امام پیدا کرد، خدای تعالی از او به گونه‌ای می‌خواهد که این خواستن ملازم با معاینه ملک نیست، چه در خواب چه در حقیقت بیداری. یک نکته. نکته دیگر این است که اینم بگم بعد شما در خدمتتون هست. نکته دیگر این است که در این روایت شریف که می‌فرماید کف کار رو داره می‌فرماید، نه اینکه سقف کار باشد، یعنی اینکه اگر می‌فرماید نبی کسی است که در خواب می‌بیند و کلام را می‌شنود در بیداری اما معاینتا نمی‌بیند، یا رسول کسی است که در خواب و بیداری می‌بیند و می‌شنود، و امام کسی است که می‌شنود اما نه در خواب می‌بیند نه در بیداری می‌شنود، این بیان کف مراتب است. یعنی اگر کسی میخواد به مرتبه امام برسد، کف مرتبهش این است که حتما سمع براش باشد، اما لازمه این دیدن در خواب یا دیدن در بیداری نیست، لازم امام بودن. اما آیا نمیبیند و
و در خواب رو در بیداری یقظه رؤیت ندارد، این نه، این نمیخواد این رو بیان بکند که حتما ندارد. میخواد بگه کف کار امام این مرتبه است که لزوماً همراه نیست با رؤیت در خواب یا بیداری، که اینم بیان دیگری است که ملازمه با اونه، با اون هم همسانه، همسنخه، اما در حقیقت یه بیان تکمیلی است که اگر در جایی امام در حقیقت رؤیتی نقل میشه براش یا نبی رؤیتی براش ذکر میشود در بیداری، منافی نیست. چرا؟ چون نبی در حقیقت کف کارش این بودش که در خواب رؤیت داشته باشد، اما رسول کف کارش این است که به لحاظ مأموریتش حتما باید هم سمع داشته باشد، هم بیداری رؤیت، هم در خواب. که این بحث بسیار دقیق و مهمی است که از جهت معرفتی اگه حل نشه بعدها تو روایات مختلف یا همین باب ممکنه برای انسان خطوراتی ایجاد بشه و اشکالاتی که پس مقام امام حتما کمتر از نبی و رسول است، در حالی که قبلا هم عرض کردیم که ولی در دوران بعد از نبی ختمی، انبیاء در دوران سابق هستن اولیاء در اینجا. اول مثال نقض داریم که حضرت هارون حضرت موسی علیه السلام دو بزرگوار، خب حضرت موسی در بیان یه مقدار ارکان بودن اما حضرت هارون اومد و این قصه جبران شد. خب میبینیم که حضرت موسی رسول شد اما این نقصی که بود به واسطه این هارون جبران شد. حضرت موسی، همین نقض اولت رو من جواب بدم، حضرت موسی سلام الله علیه اگر نقل شده که و هارون اخی بله بابا افسه منی، این افسه بودن به لحاظ این است که موسی کلیم در دوران کودکی به لحاظ اون آزمایش الهی و ابتلایی که فرعون پیش آورد که گفت این میفهمه و لذا سیلی به صورت من زد، با علم زد، بنا شد امتحانش بکنن. امتحانش این بود که زغالی رو برافروخته کنن جلوش ببرن. بچه کودک وقتی زغال برافروخته رو میبینه که نمیترسه، که نمیفهمه که چیه، که برای اولین بار این در حقیقت ببره طرف دهان او، اگر خواست این رو بخورد معلوم بشه که اون سیلی هم چی شده، از رو ان علم نبوده و این زغال افروخته رو برد دم دهان او و موسی به دهان گره، که این حفظ موسی دائر مدار چی بود؟ اون بود. و این لکنت هم نبود، اون افسایت لذا خودش یه معجزه بود، که یعنی برای مردم یه کمال بود که میدانستن حفظ موسی در گروه این بود در اونجا، یعنی یه علامت شد خودش که این در حقیقت چی بود؟ یه علامت بود این در حقیقت حالت موسی، نه نقصی باشد که در نبوت یا رسالت تنقیصی باشد. لذا در حقیقت این نقص حساب نمیشه اولا. ثانیا رؤیت برای موسی کلیم محقق میشد و او برای هارون نقل میکرد و هارون که انه اون مثل این میمونه که هارون، نه هارون نبی نبود، هارون نبی بود اما رسالت مربوط به موسی بود و هارون تابع بود، لذا رسالت و دیدن و رؤیت برای موسی کلیم به لحاظ مأموریت انجام میشد. موسی به هارون که منتقل میکرد بعضی از این هارون، هارون تفصیلا برای مردم این ارتباط رو داشت، لذا باز منافی با این مسئله نیست. این فکر میکنم که جوابش این باشه. اما در مورد اون بیان دوم، اینکه امامت مثلا کف مقام امامت این باشه که ایمان محضرتون که سماع داشته باشه اما رو گرده اینها نباشه، برنام باشه اما سماع رو یاد در بیداری نباشه، این نوعی روایت حضرت ابراهیم یه مقداری شاید ناهماهنگ باشه. فرمود که و اتخذه نبی قبل ان یتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما. خب این امام وقتی در نهایت قرار میگیره باید رسول و نبی قبل از این باشه، پس کف رسول و نبی باید قبلا محقق شده باشه. اینو اونجا شبهش رو جواب دادیم قبلا، هم عرض کردیم که امامت اگر بعد از اینها آمد دلیل بر این نیستش که اگر کسی میخواد به امامت برسه حتما باید چی باشه؟ حتما باید قبلش رسول باشه و قبلش نبی باشه. اما امامت برای ابراهیم اینگونه محقق شد که حتما در حقیقت قبلش عبد بود. بله نبوت و رسالت قبلش ترتبا عبودیت رو میطلبد و قبل از رسالت ترتبا نبوت رو میطلبد. اینا قرینه خارجیه داریم که هر رسولی نبیست و هر نبی عبد است، اینو ترتب خارجیه داریم، قرینه خارجیه داریم. اما این که
کسی که میخواد امام باشد حتما باید رسول باشد قبلش و نبی باشد و در حقیقت حالا عبد باشه رسول و نبی باشد، نه این قرینه رو نداریم. لذا در حقیقت امام در جای دیگری هم محقق شده اما رسالت نبوده. همین نشون میده که قرینه خارجی بر ترتب نیست. بله این رو میتونیم استفاده بکنیم که کمالی در امامت هست از جهت معرفتی که این کمال در حقیقت ممکن است در رسالت نباشد. بله ممکنه این رو. لذا ممکن است امامی که امام است افضل باشد از مقام معرفتی از چی؟ از رسول و نبی از جهت مرتبه معرفتیش، کمال معرفتیش. البته این امکان پذیره، اما این دلیل برای نیستش که ترتب مقامیش هم از جهت چی؟ مترتب بر رسالت و نبوت باشه. سوالات خوبی بود احسن. بله خود نبی رسول یکی از شوناتش اینه که الگوی جامع اسوه باشه. بله اسوه بودن هم که ما تعریف میکنیم میشیم تعریف میشه مجسمی اون دین میشه. خب چطوری میتونه یه رسولی یه رسولاتی بیاره اون نبی که بالاتر از اون با اون کمالات بشه؟ متوجه نشدن این آخریش. یه رسولی یه نبی که پایین تره دستورات اون رسولیه بگه که اون رسول پایین تر از خودشه. این ملازم با این نیستش. ببینید ملازم با این نیستش که به اسفه بودن، اولا اسفه بودن تو مرتبه یلی خلقیه. جنبه یلی خلقی حتما و حتما کسی که نبی یا رسول است از جنبه یلی، یعنی اون جنبه که برای مردم لازم است، اسفه بودن است، حتما و حتما کامل کامل هستن، نقصی در این نیست. اما تو جنبه های یلی ربیشون، اینها تربیت های ربوبیشون، جنبه هایی که به خدا فقط مرتبطه نه به خلق، اینا مراتب دارن. ممکنه نبی در مرتبه ربوبیت یعنی ربی رسولی افضل از او باشد. هیچ مشکلی هم در الگو بودن و اسوه بودن ایجاد نمی کنن. چون در جنب اسوه بودن و الگو بودن هر نبی چه برسد به رسولی تام است و کامل و هیچ نقصی داره. بله. خب تو اینجا در حقیقت یه بحث مهمی که این دو تا تقریر ایجاد میکند که هر دو تا تقریر دقیق بود، یعنی باید با دقت به هر دو تقریر نگاه کرد، که یه تقریر این بودش که این به لحاظ مقامی است که اینها دارند لذا معاینه برای رسول لازم است، چون مأموریتی که دارد مأموریتش چی هستش؟ مأموریتش این است که باید الفاظ وحی رو برای مردم بیان بکند. لذا عرض کردیم خود یک رسول گاهی حدیث دارد از نبی ختمی، گاهی حدیث قدسی داریم، گاهی در حقیقت وحی داریم. یعنی وحی اونجاییست که مشاهدتاً معاینتاً در حقیقت چی شده؟ این حقیقت به رسول رسیده و الفاظ این هم تو مرتبه خیال و تو مرتبه حس کاملاً همون الفاظی است که از جانب خدای تعالی آمده میشه وحی. اما حدیث قدسی سلام علیکم ورحمت الله این گونه نیست، بلکه حدیث قدسی تا مرتبه خیال در حقیقت آمده، به مرتبه لفظ نرسیده، لذا کاملا از اون. اما مرتبه حدیث پیغمبر که اونم ما ینتقان الحواس انها و الا وحی، اما تو مرتبه القاء معانی بوده به نبی ختمی و نبی ختمی خودش صورت داده و لفظ داده و او رو بیان کرده. با اینکه در حقیقت این سه مرتبه در قدر رسول هست، هر سه مرتبه کمال رسوله، هیچ کدومش از جانب خودش نیست، اما مأموریتش در رابطه با وحی الهی این است که لفظ هم چی باشه؟ لفظ هم در حقیقت از همون جانب باشد. این مأموریته، این نقصی در موطن در حقیقت کلام نبی نیست. لذا خود این وحی در بین کلمات رسول گرامی اسلام مثل نور میدرخشد، مثل نور میدرخشد، چون این وحی در حقیقت از جانب خدای تعالی به لحاظ مأموریت نبی کاملا چی شده؟ تا این مرتبه باید چی باشد؟ حساب شده از طریق خود خدای تعالی شکل گرفته باشد. میشه در حقیقت میشه وحی، اون مرتبه قبلش میشه حدیث قدسی و مرتبه قبلش میشه چی؟ احادیث نبویه که داریم. این به لحاظ مأموریته، لذا معاینه داشتن در یقظه یا رؤیت در منام به لحاظ نبی و رسول اینها نقص در موطن امام نیست، چون مأموریت امام فقط گرفتن معنا بود و القا بود. دقت میکنید این در حقیقت کفایت میکرد در این که در مرتبه مثل کسی میمونه که مثال زدم تو مرتبه اون نظام عقل ارنزه، نظام عقل یعنی اون مرتبه عقلیه، تو مرتبه عقلیه میگیرد، این میشه امام و رسول و نبی هر سه مشترکن در این که در مرتبه عقلیه اخذشون تام است و هیچ در حقیقت چیه نقصی و خللی در اون نیست.
اما نبی باید تو مرتبه خیال هم در حقیقت این کشیده بشه و به لحاظ مأموریتش، و رسول باید تو مرتبه حس هم کشیده بشه و به لحاظ مأموریتش. اما تو مرتبه عقلیه که اساس کمال بوده، هر سه چی هستن؟ هر سه مشترکن. لذا برای امام معاینتاً لزوم ندارد، چون معاینتاً برای مأموریت ویژه‌ای بود که رسول و نبی داشتن، چه معاینه در خواب، رویت در خواب، چه معاینه در بیداری که برای رسول هست. یه بحث خیلی در حقیقت دقیق و عالی است که جمع میکنه مباحثی رو که روایات فرمودن و با اون چم که ما اعتقاد داریم سازگاره، و هیچ کدوم از اعتقادات ما رو هم که اونام از اعتقادات ما از روایات مختلف اخذ شده، هیچ در حقیقت تنقیصی به اونها وارد نمیشود. غیر از اون که امام اخذ میکند، اخذ بیواسطه است. یعنی رسول و نبی و امام یه اخذ بیواسطه دارن، اخذ بیواسطه صورت ندارد. اون جایی که اخذ مع الواسطه می شود لفظ دارد یا در حقیقت صورت خیالیه دارد. لذا چون در حقیقت مرتبه‌ای که امام میگیرد و رسول میگیرد و نبی میگیرند تو مرتبه امام بودنشون یا تو مرتبه اخذ عقلیشون، اصلا اونجا صورت راه ندارد. اسمشو بگذارید الهام، الهام هم گذاشتن، یعنی الهام با مراتب الهام که اوج الهامه، این صورت ندارد در اونجا اصلا، و مرتبه ایست که اصلا قابل صورت نیست در اونجا، صورت نقص میشه در اون موطن، صورت در اون موطن نقص است. بله، برای این که به دست مردم برسد، چون حد مردم حد در حقیقت این گونه است، این باید از اون مرتبه صورت پیدا کند بیاد. لذا امام در حقیقت مبین همون صورت دهی بوده که رسول کرده و نبی آورده، مبین همونه. اما در مرتبه اخذ چی هستن؟ در مرتبه اخذ هر سه تو مرتبه اخذ میتوانن از منبع واحدی این اخذ صورت گرفته باشه، تو مرتبه عقل، نه تو مرتبه خیال و تو مرتبه چی؟ حس. لذا معاین. اون وقت یه نکته دیگر هم اینجا بگم که اینا رو میترسم یادم بره. این که در اینجا فرمودن معاینه در حس است یا نوم در نوم است، این گونه نیستش که نوم که میگیم یعنی همین خیال متصل ما، یا اگر میگیم حس یعنی همین حس بیرون و محاذات به ازای ما در مقابل ما. قطعا این رؤیت معاینه ای و این در حقیقت رؤیت خیالی هیچ کدام در این نظامی که ما میشناسیم نیست. لذا برای نبی وحی محقق میشود معاینتاً فی الیقظه، ولی دیگری در اونجا نمیبیند، دیگری در اونجا نمیبیند، هیچ کس دیگران که در اونجا نشستن این حقیقت برایشون ملموس و مشهود نیست، با اینکه وحی معاینتاً فی الیقظه برای او محقق شده. لذا این معاینه با اینکه در مرتبه حس پیغمبر کشیده شده، اما نه حس یعنی چشم و رؤیت بیرونی، اون حس یعنی همون حواسی که حواس باطنی ما هستن که عین الیقین براشون محقق می شود، صورت کاملا محقق می شود. نومشون هم همین گونه است. نوم ما اتصال با در حقیقت مرتبه خیال متصل خود ماست، اما نوم اونها خروج از عالم در حقیقت عالم محسوس است و ورود به عالم آخرت است، و ورود به عالم آخرت مرتبه از عالم ورود است که در حقیقت مرتبه از عالم آخرت است که اتصال با همون مراتب عقل فعاله، که این بحث هم یه بحث عریض و طویلی است. وقت تمام مشاهدات و مکاشفات و انواع به اصطلاح مکاشفاتی که شمی باشه، ذوقی باشه، بصری باشه، در حقیقت اینا از همین سنخ معنا میشه که نازله اونه، نازله اونه، یعنی مکاشفاتی که در دیگران محقق میشه همین رو نازله اونه که میفهمن کسی نشسته اینجا کشف بصری دارد، عینی دارد، رؤیتی دارد، اما دیگران نمیبینن. این یه مرتبه نازله اونه، نه وحی باشد، یه مرتبه این ناز... لذا میگن خواب دیدن در خود اون منام و احلام خودش یه مرتبه نازله، جزء من اجزای نبوه است، جزء من در تعبیر روایت نیست، جزء من اجزای نبوه، جزء من اجزای نبوه، نه اینکه نبی همینو میبیند. دقت میکنه، یعنی این چون در روایت هم دارد مردم نمیتوانستن به معاد ایمان بیارن، باور نمیکردن، خدای تعالی خواب دیدن رو قرار داد تا این خواب دیدن دلالت کند انسان رو بر معاد. لذا خود وقت این منافعی با اینم نیستش که انبیای رابطه رو قبلا داشتن. لذا اگر در مورد آدم سلام الله علیه وارد شده که بعضی چیزها رو در خواب میدید، مانعی ندارد. این برای ناس نبود خواب دیدن، دقت میکنید، برای ناس نبود. اما انبیا به لحاظ رؤیت فی المنام که نبی بود آدم و رؤیت فی المنام داشت،
این رؤیت فی المنام منافی با این که بقیه مردم نداشتن نیست. نه اینو اشکال نبینید بعدن بگید که اگر بعدها خواب دیدن جعل شد تا دلالت بر معاد بکند، چطور نسبت به اولین نبی و اولین شخصی که به دنیا در عالم آمده که آدم است، خواب و رؤیت برای رؤیت خوابید قرار داده شده؟ این منافی نیست. خواب دیدن برای عموم مردم نبود، اما برای انبیا قبل از این بوده. ولی داستان آدم رو میکنند یه خواب صبح تا ظهر بوده برای آدم میدونه. حالا او یه بحث دیگری، الان ما وارد اون بحث نمیشیم که آیا او کشف تمثلی، کشف بوده، مکاشفه بوده، خواب بوده. الان نه، ما قطعا اون واقعه بوده، اما این واقعه به نحو مکاشفه بوده، به نحو در حقیقت معاینه بوده. به چه نحوی بوده الان بحثشو نکنیم، چون الان دیگه از بحث دور میشیم. بله اینا معیده، اینا بعدا معیده. تغییر اول هم همین بود، منافی نبود. تغییر دوم این بودش که اگر دوستان یادشون مونده باشه، تغییر دوم چی بود؟ این بودش که این کف به اصطلاح بیانه، اگر میفرماید امام در حقیقت معاینه ندارد و رؤیت منامیه ندارد بلکه فقط سمع دارد میشنود، نه اینکه اونا رو ندارد به نحوی سالب کلیه، میگه کف کاری که امام لازم دارد شنیدن است، مأموریتش با این کفایت میکند، لزوم ندارد صورت بخواد بده، لزوم ندارد، این کف کارشه. دقت میکنید؟ بله. اما این که در حقیقت قدرت بر صورت دهی داشته باشد لازمه مأموریتش نیست، اما امام در حقیقت این کمال رو داشت. اگه یک کمالیه، این کمال برای امام هم امکان پذیر است، ممکن است داشته باشد امامی، و داشته بودن داشتنش منافی با این نیست، لازمه مأموریتش نیست. لازمه مأموریتش اون شنیدن است فقط. لازم مأموریت نبی علاوه بر شنیدن رؤیت منامیه است. لازم مأموریت رسول علاوه بر در حقیقت رؤیت منامیه و شنیدن، دیدن معاینتا فی الیقظه است. دقت بکنید که هر دو تا تقریر مکمل همن، هیچ کدوم مباینه با هر کدوم به تنهایی کفایت میکنن، اما دو تا معید هم دیگه هستن، هیچ کدوم تنافی با دیگری نداره. با توجه به این جنبه گله ردی اولیا و ائمه با انبیا، اصلا این بحث ما بخواهیم اینجوری قواعد رو بچینیم، به اینجا نمیرسه که هی استثناءات و تفسیرهایی بزنیم. استثناء نیستی؟ چه استثنایی؟ الان کجا ما استثناء کردیم؟ نه اینکه بگیم مثلا اول میگیم امام اینه کفشینه، بعد بگیم خب با توجه اینکه ائمه ما بالاتر از همه انبیا هستن، میخوام بگم اون جنبه یل ربی رو وقتی بهش نمیتونیم تسلط داشته باشیم، ما نمیخوایم از خودمون حرف بزنیم، ما داریم از روایات. اگر این جنبه رو تو روایات نفرموده بودن ما هم دخالت نمیکردیم، داریم توجیه روایاتی که وارد شده در کنار همو داریم میکنیم. بالاخره روایات برای فهم وارد شده یا نه؟ خب یا باید بگیم روایات رو وارد شده ما نمیفهمیم، هیچ سکوت. خب چرا فرمودن؟ نه این روایات مثلا وقتی ما منام و صوت و اینها رو میگیم، بعد میگیم همین منام و صوت هم بازم همین چیزی که ما در منام و صوت میفهمیم اینم نیست. خب بخاطر اینکه خودشون قرینه گذاشتن، به خاطر اینکه پیغمبر اکرم در یقظه پیغمبر برش نازل میشد، مردم میدیدن میفهمیدن نازل شده وحی و دیده پیغمبر، و پیغمبر و الان جبرئیل رو دیدم، اما کسی دیگری ندیده بود. خب معلوم میشه که این نبوده که با چشم دیگران دیده بشه، با چشم پیغمبر نیست، و الا بعضو محاذات میخواست. اگر بعضو محاذات میخواست این چشم، بقیه هم میدیدن بعضو محاذات، لازمه این چشم بود. اینجوریه در خود قرآن هم فرمود نزل علی قلبه، که در حقیقت این لذا بعدا میفهمیم که جبرئیل اصلا حقیقت نزولش چگونه است، حقیقت نزول جبرئیل و خصوصا جبرئیل، اینا همه قرآنی است که خود روایت فرمودن، منتها جمع روایت. بله، چون در حقیقت بیان برای عموم است، باید به گونه گفته بشه که اون فرد ناس ابتدایی هم بفهمه مرتبه از این رو، و وقت در تحلیل دقیق اون در حقیقت ولی الهی هم میفهمه که این بیان یعنی چی، و مراتب علماء بالله، علماء اهل علم و اصولی هم تو وسط کار هر کدام به مرتبه خودشون این بیان رو بفهمن. اما این به معنای این نیستش که فقط ظواهر رو بدون در نظر گرفتن قرائن، بدون در نظر گرفتن قرائنی که قرینه براش قرار داده شده، و الا در حقیقت چی میشه؟ همه اینها نافی هم دیگه میشن، روایات به این نگاه همه نافی هم دیگه میشن، هر کدوم داره نفی دیگری رو میکنه، هر کدوم داره سلب دیگری رو میکنه. اما با این نگاهی که عرض کردیم که از خود روایات هم متخذه است، جمع بین روایات میشه و همه روایات هم به احسن وجه قبول میشن، هیچ کدوم هیچ ظهورشون هم تخطئه نمیشه. نه اینکه جمع به این باشد که ظهوراتشو بذاریم کنار، همه ظهوراتشون منعقده، معاینتا هست، اما قطعا معاینه جبرئیل معاینه با چشم ظاهر نیست. حتی اگر در مورد مریم سلام الله علیها میفرمان فتمثل لها بشرا سویا،
که این تمثل برای مریم شد و اثرش این بود که مریم سلام الله علیها چی شد؟ باردار شد. یعنی با اینکه تمثل بوده، نظام تمثلی بارداری هم دنبال داشته، اثرات در نظام ملک هم محقق شده، اما شخصی در بیرون نبوده به عنوان فرد جسمانی. اینا در حقیقت همه لذا بینید که خود رؤیت منامیه خیلی دقیقه، که رؤیت منامیه اینقدر بهش تاکید شده که در رؤیت در منام محقق می شود برای نبی. بله خب الحمدلله مثل که سوالا تمام شده. در تحدی نکردیم که شما بگید حالا بالاخره سوال بفرمایید. این آقای صالح میلش به دائما عالم باطنه، به ظاهرم کشیده بشه ابی نداره، هر چی که ما میگیم اون میخواد برش اون ور، ما میکشونیمش به این ور، آقای خلاص محمدی میگه بکشونیم به این ور، ایشون میگه بکشونیم به اون ور، یه بالاخره این وسطه با ما را بیاید. بله سائل از فرق بین رسول و نبی پرسیده. خب حضرت بیان میکرد مثلا ماموریتاشون متفاوته و اصلا حیثیتی علالخلقی رو مطرح میکرده. خب یه گفته دیگه، چجور بگه؟ بگه النبی، یعنی نبی یعنی رسالت، مأموریت، نبی یعنی مأموریت نبوت دیگه. نگفته که نبی خاصی، که میگه النبی یعنی منصب نبوت. منصب نبوت لازمش چی هستش؟ که یرا فی منامه و یسمع الصوت. لازمه ولا یعاین الملک. منصب رسالت این است که یسمع الصوت، یرا فی المنام، یعاین الملک. دیگه اگر از این واضح در حضرت میخواست در منصب بفرماید چی باید میگفت؟ نحوه اخذ که هر نه دارن اخذ میکنن، چیزی رو که باید بیان کنن اخذ میکنن. حالا چجوری اخذ میکنن؟ با سم اخذ میکنن، با چشم اخذ میکنن، تو خواب اخذ میکنن، تو بیداری اخذ میکنن، برای ما چه تفاوتی میکنه؟ میگم نوع مأموریتشونه که برای ما فرق میکنه، که مثلا رسول یک رسولی که برای یک امتی حجت اتمام حجت میکنه، ولی نبی اتمام حجت مثلا نمیکنه، مثلا یک در حد مأموری تبلیغش محدوده، یا مثلا برای یک امت خاصی نیست. یعنی شد نحوه ارتباط ما با او در نحوه ارتباط او با خدا که نحوه اخذش باشه که برای ما فرق نکرده، که او اخذ میکنه علم میشه برای من. فرمایشات شما رو نمیفهمم، اما این رو میفهمم که من عرضم این بودش که اینها در حیثیت عقل مقام کمالیشون به صورتی است که تو مقام عقل میگیرن همشون، اما بعضیشون لازم از مقام عقل به مرتبه خیالم کشیده بشه کارشون، بعضیشون لازم تا مرتبه حس هم کشیده بشه کارشون. این در حقیقت متفاوت میشه در خلاصه ارتباطشون. لذا اصل کمال این است که اونا تو مرتبه چی میگیرن؟ تو مرتبه عقل میگیرن، اما به لحاظ مأموریت هاشون گاهی تا مرتبه خیال هم باید کشیده بشه، گاهی تا مرتبه حس هم باید کشیده بشه، الفاظ هم باید محقق بشود، یعنی الفاظ هم وحی باشود، این الفاظ دیگه میشه مرتبه محسوس. لذا میبینید که گاهی رسول الفاظ رو میبیند در مرتبه چی؟ خود الفاظ رو میبیند. دقت میکنید؟ گاهی میشنود الفاظ رو. لذا این گونه نیستش که رسول هم همیشه ببیند، یعنی همون سمع در حقیقت گاهی چی هستش؟ وحی محقق شده و مأموریتش محقق شده، اما این امکان برای رسول هست و این برای لازم مأموریتش که تا مرتبه معاینه هم گاهی لازم است کشیده بشه کارش. لذا نبی گرامی اسلام هم این گونه نبود که همه وحی هاش، حتی وحی قرآنی، همه در مرتبه معاینه باشد. در ظاهر که بسیارش در چی بود؟ در منامیه وحی ابتداعا محقق میشد، بعضیش به صورت سمع بود که محقق میشد. خود سمع هم مراتب دارد، منتها سمع دلالت بر اون مکاشفه چی دارد؟ مکاشفه بدون صورت دارد توی نگاه اول، نه سمع با الفاظ میشه نبرد. لذا سمع با الفاظ نیست، وگرنه سمع با الفاظ هم موجی هستش تو مرتبه همون لفظ کشیده بشه، اون میشه مثل معاینه دیگه، تفاوتی با معاینه نداره. سمع که میگن لذا سمع رو در حقیقت تو مرتبه همون ادراک و ارتباط باطنی عقلی میگیرن. خب دیگه بحث تو همین مرتبهش. بعد میفرماید که ثم تلا هذه الآیه، آخر روایت اول، و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، این آیه ولا محدثن، که این زمیمه امام علیه السلام است به اینکه محدث هم همین گونه است، که اینجا محدث همون کنایه است که هستش از امام هست دیگه، که محدث همون در حقیقت امامه. در اینجا که سوال اول هم. در سوال دوم در روایت دوم می فرماید که ان اسماعیل ابن مرار قال کتب حسن ابن العباس المعروف الى الرضا علیه السلام جو التفداد اخبرنی ما الفرق بین الرسول و النبی و الامام.
قال فكتب او قال، حالا یا نوشت حضرت یا فرمودن. حالا این نقلی که راوی کرده نسبت به اون کسی که سوال کرده بوده، چون از او داره در حقیقت میشنود، از او داره نقل میکنه، میگه حالا یا امام براش نوشت یا امام براش فرموده بود، او برای این گفته، این میدونه که این گفته، اما حالا امام برای او نوشته بوده یا برای اون فرموده بوده، این دیگه الان دقیق نمیدونه، حفظ نکرده این مرتبه رو، نه برای خودش، چون برای خودش که میفهمید که یا نوشته یا گفته دیگه فرموده. فکتب او قال الفرق بین الرسول و النبی و الامام ان الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل فيرى و يسمع كلامه و ينزل عليه الوحي. این در حقیقت چیست؟ تمام مراتب رو دارد، یعنی واسطه در کار هست، این کلام در حقیقت بی واسطه نبوده، درسته؟ واسطه جبرئیل در کار است. یراه جبرئیل را، یسمع کلامه، کلام جبرئیل را میشنود، و ینزل علیه الوحی. این در حقیقت در بیداری هم هست. ربما رأى فی منامه نحو رؤیا ابراهیم علیه السلام. این در حقیقت ربما نشون میده که این رؤیت همیشه هم تو رؤیت در بیداری نیست. ربما رأى فی منامه، یعنی معاینه، اینجا که فرمودش که یراه عام است، یعنی یراه فی المعاینه و فی النوم. داره دومی داره میگه که گاهی یراه به نوم، همیشه هم در حقیقت در بیداری نیست، یعنی عام است. پس یرا در بیداری، یرا در نوم و یسمع کلام را، درسته؟ این هر سه برای رسول اتفاق میافتد. و النبی ربما سمع الکلام و ربما رأى الشخص. در اینجا ببینید بیان نبی این است که ربما رأى الشخص و لم یسمع، اما نمیشنود. این رو باید چه جوری حل کرد؟ حالا تا اینجا مطابق قاعده یسمع بود و لم یرى فی الیقظه بود نسبت به نبی، درسته؟ بعضی خواستن بگن که اگر نبی رأى شخص باشد، بعضی خواستن اینو بگن که رأى شخص در اینجا و لم یسمع است، میگن در اینجا نبی حیثیت رسالت داشته، منتها این حل نمیکنه. اینجا داره نبی رو تخصیص میزند به اینکه نبی است. چه جوری باید این رو حل کرد که این در حقیقت رأى شخص و لم یسمع باشد؟ حالا شما هم روش فکر کنید. من به نظرم رسید که شاید در حقیقت بیان این باشد که همون جوری که عرض کردم، گاهی اون در حقیقت حقیقت وحی رو که داره می شود به نبی، او خطوط رو می بیند اما کلامی نمی شنود. گاهی کلام رو می شنود اما خطوط رو نمی بیند، خطی نمی بیند، کلام فقط می شنود. این رأى الشخص یعنی نه شخص جبرئیل، چون نزول جبرئیل برای بیان معاینش در حقیقت با همون بیان همراهه، لذا معاینه جبرئیل با بیان همراهه. اگر بخوان بگن رأى الشخص، دیدنی است که لم یسمع همراهشه، و الا اگر لم یسمع نبود کنارش، اینو نمیشد این حرفو زد. اما چون داده رأى الشخص و لم یسمع، این در حقیقت عدم سمع شاید مثلا مثل صحفی میماند که نازل میشود، که این صحف دیده میشود اما صوتی همراهشون نیست، مثل نزول صحفه که شخص واسطه را میبینه، که این صحف واسطه هستند، جبرئیل سلام الله علیه به این صحف رو به عنوان در حقیقت وحیش آورده، لذا ظهور جبرئیل در مرتبه اون صحف به نحو خود صحفه، رؤیت دیگری در کار نیست، مثلا سمع دیگری در کار نیست، همون رؤیت خداوندشون، همون رؤیت محقق شده است. من به نظرم بیش از این است. حالا شما دوستان البته روش فکر بکنید، یه توجیهی رو که کردن، اون گفتن که فرمودن که چی؟ فرمودن که این حیثیت رسالتش بوده که یرا، اما با توجه به اینکه داره تفکیک میکند بین رسالت و نبوت، شاید این حیثیت سازگار نباشد. این بیان رو هم به عنوان یه احتمال حالا روش ببینید، تا بعد ببینیم که آیا میشه در حقیقت وجه دیگری، اگر دوستانم وجه دیگری به نظرشون میرسه بفرمایید. نه دیگه، اون نمیشد دیگه، چون نبی حتما، ببینید نبی حتما کف مرتبه عقل رو دارن همه اینها، چون اون در حقیقت مرتبه اخص است، تو مرتبه بدون صورت، اما مأموریت های اینها میتونست صورت رو لزوما بیاره، لذا اون اخص عقلیه برای همه انبیا و رسول و امام است. ربما نمیتونه اون چیز رو حل بکنه، چون بگیم تاکید روی ربماست، این امکان داره، ولی عرض کردم که اگر اون گفتیم اون وقت درسته، باید همون بحث مقامات رو بیاریم که به اصطلاح گفتیم که این کف کارشونه،
این کف کارشونه، منتها در اینجا چون داره در عرض میاره که انهو در مقام بیان کف کار باشه، اما اگر خواستی با اون کف کار حل کنی قابل حله، منتها اگر اون رو کسی نخواست اینجا بیاره اون وقت یه خورده توجیه دیگری میخواد. باید دیگم که رؤیای ابراهیم و نحوه رؤیای نبی مثال میزنه میشه اینجا فقط دید دیگه. نه در رسول، ببینید در رسول رؤیت منامیه ابن نداره، در رسول رؤیت منامیه ابن نداره، چون رؤیت منامیه هم داره، لذا اونجا مثال زد که رو ما را فی منامه نحو رؤیا ابراهیم ابن نداره، چون همون باشه دیگه، رو ما را شخص ولم یسمع. تو خب وقت صحنه سربریدن بچه‌ش میبینی چیزی نمیشنوه. خب در اینجا میگه که را شخص از را شخص ولم یسمع، حالا اینم یه توجیهه که رعا رو بزنیم رعای در چی؟ در نو. رعا شخص در نو ولم یسمع در نو ابن نداره، اینم خوبه. رعا شخص در نو ولم یسمع دیگه شنیدن نداره، فقط مثل همون رویای ابراهیم که در شاید چیزی هم نشنیده، انی ارا فی المنامه انی از بهوک دیگه صوتی هم نشنیده، اینم بله اینم شاید سازگارتر هم هست. شما اون یسمع صوت بالا رو یسمع فی یغزه سم همش در یغزه است، منتها در خوابم امکان پذیره، لذا اگر جای سم میاد عام است، هم در یغزه امکان پذیره، لذا نبی و امام و رسول هر سه هم در یغزه سم دارن هم در خواب امکان پذیره، سم در خواب مشترکه و در بیداری مشترکه، در هیچ اشکالی نداره. امکان اینه که همون یسمع رو فقط در همون نوم بگیم که ظاهرش بر میاد یرافی منامهی و یسمع و صوت فی منامهی، بعد پایین میفرماید که راه شخص فر یغزه ولم یسمع صوت. اگر گفتیم رأی شخص فی الیغزه اشکال پیش میاد که نبی کف کارش رؤیت یغزه‌ای نبوده. چه اشکال نداره؟ اشکال نداره، اما در مقام تفکیک بین اینها و کف کار داره اینجا بیان می‌کنه. هم کف کارش هم اما اگه مثلا یه روایت مستقلی بود داشت جریان نبی رو میگفت، میگفت مثلا فلان چیز رو دید نبی، اشکالی نداشت، چون ما گفتیم کف کارش بوده در یه جایی هم قرائت بالاتر داشته، اما اینجا داره تفکیک مأموریت ها رو بیان میکنه. همین تعبیر ایشون خوبه، رع شخص رو در منام دیده و لم یسمع دیگه صوتی هم لازم نداشته، این شاید واضح تر باشه. بس کف مقام نبی رو اگر اون بیانی که داشتید این که بالاتر از اون هست، خب بله با تبیین دوم مشکلی ایجاد. نه گفتیم که اگه به اون نهاد بگیریم اونم یه تبیین اشکالی ایجاد، اما چون داره اینجا کف کارهای اینها رو معلوم میکنه و الا در حقیقت دیگه اینجا نبی در حد رسول میشه، اون وقت دیگه تفکیک نیست، چون داره تفکیک امتیازات رو میگه، میگه مأموریت او چه امتیازی رو میطلبه. بله ول امامه هو الذی یسمع الکلام ولا یرى الشخص، دیگه در حقیقت لا یرى الشخص فی النوم و لا یرى الشخص فل، اینم اینجوری عام میگیریم دیگه، لا یرى الشخص فل نوم و لا یرى الشخص فل یغزه، هیچ کدوم رو ندارد. خب روایت بعدی میفرماید که سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرسول و النبی و المحدث قال الرسول الذی یأتیه جبرئیل قبلا فیراه، در حقیقت برای او وارد میشود فیراه میبیند، این فیراه زود برای ما یا قبلن فیراه زود در حقیقت در مقابل به معنای محاذات مادیه جلوه نکند، این در حقیقت وارد شدن بر او و دیدن، این وارد شدن بر او تو مراتب چیه؟ وجود پیغمبره، نزل علی قلبک، که در حقیقت این رویت هم رویت عقلیه است، منتها گاهی در نظام عقل به مرتبه رؤیت هم کشیده می شود که محسوس هم میشه تو مرتبه عقل براش، گاهی نه تو مرتبه این، لذا می فرماید که الرسول الذی یأتیه جبرئیل، بله اگر رسول لازم میدید اطرافش کسی هم جبرئیل سلام الله علیه رو ببیند با تصرف در وجود اونا اونها جبرئیل رو میدیدن، با تصرف در وجود اونها اونا جبرئیل رو میدیدن، یعنی رؤیت رو برای اونها ایجاد میکرد، لذا ممکن بود تو جمعی عده‌ای ببینن عده‌ای نبینن، ممکن بود تو جمعی همه ببینن، چرا؟ اون در حقیقت مبدأ تصرف حضرته که هیته در حقیقت رؤیت رو معلوم میکنه، نه اینکه جبرئیل در عالم بیرون بود در بیرون از وجود رسول، اونجا دیگه باید حجاب جلوی چشمی عده‌ای بگیرن که نبینه، دقت میکنید؟ نه، اونجا در حقیقت تصرف در وجود بود که توی این مرتبه تمثلی، توی این مرتبه تمثل و عالم مثال اونا هم رؤیت میکردن و میدیدن. بله چرا میتونه رسول چنانچه معجزات کشوندن تو مرتبه حس، وقتی که
موسای کلیم اثارو اجتهاد میکنه تو مطبع حس کشونده، اشکالی ندارد، اشکال ندارد. عرض میکنم این رؤیتی که در حقیقت در مطبع برای جبرئیل ایجاد میشه نمیگه محال است، اما عرض میکنیم که این آنچه که محقق شده و پیش آمده به لحاظ مجالس مختلف که از نبی گرامی اسلام نقل میشه همون ظرف تمثلی بوده که لذا برای عده مشهود میشده، برای عده مشهود نمیشده، عده میدیدن، عده نمیدیدن، عده رو بهشون اخبار میکردن که الان آمد و رفت ولی اینا ندیده بودن، یعنی به صلاح تمام اینها با هم جمع میشه و هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. هر چند آوردن تو مرتبه در حقیقت مرتبه مادی امکان پذیره اما لزوم نداره که للبسنا علیه ما یلبسون بشود. بله عرض کردم همونه دیگه، تو مرتبه تمثلیه دیگه. بله دیگه عرض کردم تو مرتبه تمثلی شخص میبینن همه، یعنی شما امام زمان علیه السلام مشرف میشید ایشالله بارها شدید و میشید بعد از این هم تو مرتبه، مگه شخص نمیبینید؟ اما بقیه اطراف شما نمیبینن تو مرتبه مثالی، شخص اقواس تشخصش، چون اونجا در حقیقت چی هستش؟ مرتبه مادی تشخص ضعیف در تازه، چون عالم ماده است، فعل و انفعال است، ضعف عالم ماده است، اونجایی که رؤیت انسان در مرتبه مثالیه در حقیقت واقعیه اقوایی از رؤیت در مرتبه، لذا اون که امام و رسول و نبی مشترکن در رؤیتش در مشاهدش که همون رؤیت عقلی است اقوای مراتبه. اینا که میاد پایین تر به لحاظ ضعف قابلی است که برای مردم باید بیان بشه، این تنزل داده میشه توی این مراتب تا رؤیت محقق بشه برای مردم هم پیش بیاد. بله خب در روایت بعدی که داشتیم میخوندیم این است که فیراه و یکلم و فهازر رسول، این رسول است که یراه و یکلم و اما النبی فهو الذی یرا فی منامه نحو رؤیا ابراهیم علیه السلام، که این تاکید بر این است که رؤیا در منام است و نحو ما کان را رسول الله صلی الله علیه و آله من اسباب نبوه قبل الوحی، یعنی اونی که برای انبیا بعد از وحی، ببین این نشون میده کف کاره بود، لذا میره رسول نبی نبوده هنوز، قبل از وحی بوده، نبی نبوده هنوز، ولی رؤیا داشته، رؤیای نبوت رو داشته، پس امکان پذیره با این که هنوز نبی نبوده. و نحو ما کان را رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اسباب نبوت قبل الوحی، هنوز وحی صورت نگرفته بوده ولی اسباب نبوت براشی بوده، رؤیت میشده و دیده میشده. حتی اتاه جبرئیل من علیه السلام من عند الله بالرساله، تا اینکه عنوان رسالت براش آمد که دیگه اونجا رؤیت یقظه‌ای هم امکان پذیره. تو همونجا هم که رسول شد پیغمبر اکرم خیلی از اوقات وحیش به صورت چی بود؟ خواب. به صورت خواب بود اوایل کار و صورت داشت، بعدن دارد که هر چی که پیغمبر صلوات و سلام از صلوات و مرتبه وحی عظیم‌تر میشد، وحی بدون صورت براش محقق میشد. وحی‌هایی که صورت داشت ابتداءً وحی صورت دارد، هرچی عظیم‌تر میشه وحی بدون صورت میشه. این هم خیلی جای کلام دارد که معناش چجور میشه. بله و قبل حتی عطا جبرئیل علیه السلام من عند الله بالرساله و کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم هین جمع له النبوه و جاءت الرساله، یعنی جمع بین نبوت و رساله، یعنی هیچ موقع اینجوری نیست که رسالت میاد نبوت رو برداره، جمع یعنی بین رسالت و نبوت جمع میشود، لذا تمام احکام نبوت هست، رسالت در حقیقت وارد میشود و روی اضافه میشود، جمع این جمع شدن است. هین جمع له النبوه و جاءت الرساله من عند الله یجیئه بها جبرئیل و یکلمه بها قبلا، یجیئه یعنی رؤیت و یکلمه یعنی سمع و من الانبیا من جمع الله النبوه. اینجا مال ما نمیدونم افتادگی داره یا نداره، حالا نسخه دارید شما که من جمع الله النبوه و رساله، مال شما نداره چیزی به عنوان و رساله؟ مال ما داره من جمع الله النبوه. جمع الله النبوه یه خورده در حقیقت چی هستش؟ به تنهایی جمع الله النبوه، و من وقت نکردم به نسخه های دیگه رجوع بکنم ببینم که آیا جمع الله النبوه برای او نبوت من له النبوه کفایت میکرد، جمعه نمیخواست، حالا شاید منظور دیگری باشد. من جمع الله النبوه و یرا فی منامه و یعتیه روح و یکلمه و یحدثه. یعتیه روح، ار روح که در حقیقت میآید، ار روح خلق اعظم من الملائکه. حالا بعضی گفتن روح قدسی میشه جبرئیل، چون روح قدسی میشه جبرئیل، اما ار روح به معنای تنهایش اطلاقیش تنزل الملائکه بر روح،
یعنی ملائکه تنزلشون به واسطه روح است، یا تنزل الملائکه تو و روح، که در حقیقت روح با الملائکه چیه در قبال هم قرار میگیرن، که میگن خلق اعظم من الملائکه الروح، که اینجا میفرماید که و یعتیه روح، منتها یعتیه روح اگر روح قدسی گرفتیم چون عام است میشه روح قدسی گرفت جبرئیل باشد، و یکلمه و یحدثه برای در حقیقت چی نبی من غیر ان یکون یرا فی الیقظه، این کلام با روح قدسی که جبرئیل باشد محقق میشود اما در یقظه نه، رؤیت در یقظه، و اما المحدث فهو الذی یحدث فیسمع ولا یعاین ولا یرا فی منامه، که این هم معلومه دیگه. دیگه روایت بعدی هم همین رو دارد که دیگه چیزی ندارد، به اصطلاح رو ما اجتماعت النبوت و الرساله لواحد و المحدث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصوره قلت قال قلت اصلحك الله، این نکتهش فقط اضافه است، کیف يعلم ان الذي راى في النوم حق و انه من الملك، چجوری من الملک، چطوری در حقیقت این رو بفهمد که این از ملک هست و این رو در حقیقت براش ثابت بشه و اشتباه نشه خلط نکند، تعبیری حضرت قال یوفق لذالک حتی یعرفه، با کسان دیگری که اینها هم مکاشفاتی مشاهداتی براشون محقق می شود حتی ممکنه این مکاشفات شیطانیه باشد، تفاوتش این است کسی که به این موطن میرسد، دقت بکنید، کسی که به این موطن میرسد، به موطن نبوت و امامت میرسد، او رسیدن به این موطن خودش علامت صدق است که اونچه که میبیند حق است، علامت دیگری دیگه نمیخواد، چون این قایب خودشه، از درون خودشه، غیر از اونجاییست که شیطانی میزان میخواد، لذا اگر اینو براش میزان دیگری برای خود او بخوان قرار بدن، رؤیت برای حق برای او محقق نشده، او رؤیت حقانی محقق شده، صدق در تمام مرتبه رؤیتش محقق است، دیگه علامت صدقی از بیرون و معیاری از بیرون نمیخواد، معیار بقیه در حقیقت معیارشون رؤیت اوست، بقیه معیارشون مکاشفه و مشاهده اوست، ولی او معیار مشاهده و مکاشفش همون خود نفس رابطه است، لذا تعبیر حضرت یعنی یوفق لذالک حتی یعرفه، او در حقیقت میشناسد به مرتبه رسیده است که میشناسد که این حق است، نه با معیار دیگری، همون رابطه خودش صدق او رو گواهی برش میده، این در دیگران این گونه نیست. بله، لقد ختم الله بکتابکم الکتب و ختم بنبیکم الانبیا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آخرش نشون میده که طرف احساس میکرده یه ملاک پیدا کنه که خودش اگه تو خواب، بله دیگه، یعنی نبوت بابش مسدوده، فکر نکنن که از این به بعد راه باز است و در حقیقت بخوان دیگه ادعا داشته باشه، حالا شاید این شخص هم ملاک نباشد، داره پیشگیری میکنه از کسی که بخواد این کارو